اما چگونه این امکان پذیر هست که تعالیم خدا بر شخص تعلیم پذیر در کنار تعلیم توانایی نیز باشه؟ امروز به راحتی همه ما میتونیم این جواب رو بدیم، چون در اصلی هستیم که روح القدس به ما داده شده وقتی مسیح ایمان آوردیم. در کتاب نهمیا 9:20 اعلام میکنه تو روح نیک خود را، منظور روح القدسه، تو روح نیک خود را برای آموزش ایشان دادی. برای آموزش داد که اونها بیاموزند. در اصل آموزش و پرورش، که آموزش همون تعلیم میشه و پرورش یعنی توانایی، یعنی مهارت، یعنی شکل گرفتن اون تعلیم. فقط شنیدن نیست، بلکه ما میبینیم که نسبت به آنچه که آموخته داره عمل میکنه. پس تحت تعالیم خدا یک معنای حقیقی رو پیدا میکنه وقتی من تعلیم میگیرم و اگر تعلیم پذیر باشم. اگر حواسم جای دیگه نباشه، اگر تو کلیسا هستم به فکر بیزینسم نباشم، به فکر رابطه که شکسته نباشم، به فکر موبایل تو دستم نباشم، به فکر قصه های دیگه نباشم، من فقط فوکوسم روی کلام خدا باشه، اون تأثیر بزن. پس باید هوشیار باشم. در مزمور 143 آیه 10 داوود پادشاه میگه مرا تعلیم ده تا اراده تو را به جا آورم. بذار، لزومی نداشت، به هر حال قسمتی از شریعت بود، میتونست بره بخونه داوود. اما چرا داره به خدا میگه مرا تعلیم ده؟ میگه مرا تعلیم ده تا اراده تو را به جا آورم، زیرا خدای من تو هستی. و داره اعلام میکنه، داره خدا رو میبره توی جایگاهی که به خدا بگه تو باید کمک من کنی. فقط تعلیم نیست، تواناییشم من از تو میخوام. روح مهربان تو مرا در زمین همواره هدایت بنماید، یعنی قوت من باشه. بنابراین هدایت روح القدس در ما این هست تا به یادمان آورد. چی رو به یادمون بیاره؟ تعالیم کلام خدا رو. توانایی بخشد تا بتونیم آنچه را که اراده خدا هست را عمل کنیم. حکمت و اقتدار ببخشد تا بتوانیم به خانواده و به خلق خدا بیاموزیم، یعنی در اصل به یاد آوریم آنچه که امروز شما اومدید به عنوان عشای ربانی بتوانیم و بیاموزیم.